അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി നഹ്മദുഹു വനസ്തഈനു ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على من لا نبي بعده والذي أنزل عليه الفرقان العظيم لهداية الأنام من الضلال إلى الهدى وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوه في كل وقت وحين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إن نريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. وقال أيضا, بسم الله الرحمن الرحيم, ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. قال نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم, أدبوا أولادكم على ثلاث خصال,
ഹുബ്ബി നബിയകും വഹുബ്ബി അഹ്ലി ബൈതിഹി വഖിറാഅത്തിൽ ഖുർആൻ. വഖാല തആ വഖാല അയ്ദൻ റിവായതൻ അൻ റബ്ബിഹി തബാറക വ തആല അനാദാലി വലിയൻ ഫഖദ് ആദൻതുഹു ബിൽ ഹർബ് وما تقرب إلي عبدي بشيء مما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذن دعوتك يا مولاي فاقبل دعاءنا دعوتك يا مولاي فاقبل دعاءنا وبلغ ما أرجوه منك مراديا عليك اعتمادي في جميع مقاصدي وتعلم أسراري وما قد دهاني إليك أموري يا إلهي رفعتها فخذ لي بنار من عدو وجابيا أيا مولايا أمولايا إن لم تعطني ما طلبته فمن أرتجي أمي يجيب دعائيا مرادي لا تخفى عليك فجد به مرادي على التفصيل عندك باديا اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي اصرفوا عني طبيبي ودعوني وحبيبي زاد شوقي إليه وغرامي في نجيبي طابهتك في هواه بين واش ورقيبي لا أبالي بفواتي هنا قد صار نصيبي ليس من لام بيدلي أنه فيه بي مصيبي جسدي راض سقيمي جسدي راض سقيمي وحنوني في نجيبي جسدي راض سقيمي وحنوني في بي نجيبي ومصطفى ہے سيد ابرار ہے تاجدار انبیاء ہے احمد مختار ہے جب تصور میں ان سے ملیں گے پہلے ان کے قدم چوم ملیں گے اور پھر خاک طیبہ اڑھا کے اپنی پلکوں سے ہم چوم لیں گے رسول پاک ہے وہ دیکھے تو یہ وقار ان کا شب معراج ہے اللہ کو بھی انتظاروں کا پکارا جا رہا ہے نام اقدس بار بار ان کا پکارا جا رہا ہے نام اقدس بار بار ان کا نبی کو چاہتا ہے കിസ് ഖദർ പർവർദഗാറുങ്കാ അല്ലാഹ് തൻ്റെ അമ്പിനാലെ ആദരിത്താമൈത്തേ ഖാതിമുൻ നബിൻ്റെ മകൾ ഫാത്തിമ ബീഫത്തേ നല്ല മകനായ ഹുസൈനാറിൽ ഉത്ഭവീത്തേ നാദർ സയ്യിദ് ബനു ഹസൻ എന്നൊരിൽ ജനീത്തേ ബല്ലിയെ കണക്കിൽ സുഹറ ബിക്ക് മൂന്നാമത്തെ പേരമകളാകുമേ ബീവിനെ ഫീസത്തെ ചൊല്ലുവാൻ സനത്തിനാൽ നൂറും ചതുർഫത്തെ ജപതനിൽ പക്കായ മക്ക ദിക്കതില്ലോദീത്തെ ഉദിത് റബ്ബിൻ ഏകൽ പോലെ തുന ഇബാദത്തെ ഉണ്മയിൽ നീടവിടാതെ ദൈമൻ നേടൂത്തെ മതിപ്പെടാ ജ്ഞാനം പലേതും ന്യായമാൽ പാടീത്തെ മാനിയായ ബാക്കിയോനിൽ
പ്രിയമല്ലാടോത്തേ. നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച SKSSF സഹചാരിയുടെയും ഒക്കെ കർമ്മധീരരായ പ്രവർത്തകരെ, മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പേരമകളായ നഫീസത്തുൽ മിസ്രിയായെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും അറിയാനും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുക്കാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാനുമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വ്യത്യസ്തമായ ദിക്കുകളിൽ നിന്ന് ഓടിയെത്തിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരെ, ഉമ്മമാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഇന്ന് സ്മരിക്കുന്ന മഹദിയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട്, മാഹാത്മ്യം കൊണ്ട് ഇരുലോക വിജയികളിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. ചരിത്രത്തിലൊരു കേവലം കഴിഞ്ഞുപോയി നഫീസയെ എന്തിനോർക്കണം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട, അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് എന്തിനായവിറക്കണം എന്ന് ആലോചിക്കേണ്ട, അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാഹാത്മ്യം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാതെ ഇസ്ലാമിലെ പല കർമ്മങ്ങൾക്കും സ്വീകാര്യതയില്ലെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇമാമുന ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്, പ്രപഞ്ചനാഥനായ അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ, സലാം ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു തന്നിക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിൽ അല്ലാഹു നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.